سلام مخلص، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. خودتون. امروز من زیاد حال و حوصله نداشتم، اعصابم خورد بود، تو اینستا داشتم میچرخیدم، بعد لامصب دیدی اکسپلور اینستاگرام متناسب با حال تو جلو میره. آره خیلی عجیبه. خیلی باحاله. آره میدونی که داستان چیه؟ هرچی رو بیشتر نگاه کنی یا واسه یکی دیگه بفرستی بیشتر واسه نشون میده. این هست، ولی من شده بهش فکرم کردم، صحبتم در موردش آره کردم، اینم اومده. هست بعضی مواقع. آره خیلی عجیب. داشتیم نگاه میکردیم، خب پوتکم من زیاد تو اکسپلورم میاد. امروز نشستم مثلا یکی دوتا ویدیوشو خیلی نگاه کردم، مثلا سه چهار بار خوشتون نگاه کردم، گفتم بشین یه ویدیوی پوتک بگیریم دیگه، حالا که حالمون خوش نیست دلی. متناسب با دلمون یه قسمت پوتک بگیریم، یه کوچول بریم بیایم بریم سراغ قسمت بعدی با پوتک. Let's go. لایک و سابسکرایب و کامنت بزنید، بهتر کنید، مثلا میشه حمایت کنید. ببینیم پوتک چیا گفته و نمیدونم چرا این حرفای پوتک تموم نمیشه، از کجاش در میاره خدا میدونه. حرف حسابم میزنه. چند تا ویدیو به نظرت؟ چند تا؟ 17-18 تا ویدیو. او او بچه ها زیاد میفرستن به خاطر همین زیاده. خب آماده ای؟ آره Let's go. برای آدم ها همانی باش که برایت هستن، بیشتر که باشی سوء تفاهم میشه. اول اصلا هولار شید و بعد سلامت شهر شده پره علاشی باشون من معاملت پاشی مبدن نخوش شبیه من باشی. چون دخترها، این همیشه گفتم، دنبال پسرهایی با آینده خوبه، هم به نظر من پسرها کاملا حق دارن دنبال دخترهایی با گذشته خوب باشن. تو وقتی صبح تا شب زحمت میکشی واسه یه لقمه دون، گذشته دختره که سهله، گذشته مامانش هم مهمه. چی گفت؟ ایول قشنگ گفت خدایش. یکی از حق ترین حرفای پوتک بود. آره خیلی خوب. این قشنگ جواب به اون سوالیه که آقا تو اگر خودت یه غلطی میکنی چرا به دختره گیر میدی؟ آره. دقیقا به همین دلیل. شاید من آدم کثیفی باشم، خب آدمی باشم که با چند تا دختر بوده باشم، ولی به همون اندازه زحمت کشیدم، خب یعنی عرق ریختم واسه پولی که داره بردم، پس دختری که قراره باش باشم باید گذشته تمیزی داشته باشه. تموم شد رفت. این آخه واسه خیلی ها پیش میاد، من کاری ندارم این قضیه، واسه خیلی ها پیش میاد این سوال که آقا تو خودت خیلی کار انجام میدی بعد دنبال دختر ترتمیز و مثلا پاکی. حالا کاری با اونش نداریم، یه سری این از این زاویه داره نگاه میکنه، یه سری دختره اینجوری هن که دنبال پسری هن که آینده خوبی داشته باشه. آره دیگه. خب از حق بده اون پسرم اونه. گذشتت واسهش مهم. آره خب این سوالم خیلی پیش میاد. آره خیلی قشنگ بود، نه تنها دختره حتی گذشته مادرش هم مهمه. آره. داستان اینه، قلب گند میزنه، مغز تاوانشون. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. همینجوره. چقدر زیبا میگه. متاسفانه جورشو یا قلب که دیگه مثلا کار خوشو میکنه گندشو میزنه، بعد مغزه که درگیر میشه، افسردگی میگیری، به چخ بیری، میری سراغ دراگ و فلان و بیسارو. ولی جدا از شوخی، گوشی اون کسی که خیلی دوستش دارید و چک نکنید، وگرنه میبینید که دیگه دوستش ندارید. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. نه من اینو نیستم. یه که وقتی من اینو نیستم. بیا گوشی منو بگرد، گوشی من که 24 دستته. نه حالا این بس من و توی که این زن و شوهریم که سفرم، ولی من خودم به شخص نه من به خودم به شخصه، حالا اون زمانی که دوست دختر داشتم تو رو نه، الان یه زمان من نه زمان تو هم نه، قبل از تو بودم با چند نفر همزمان بودم دیگه. بالاخره بله فرمودید به خود همیه مثلا نگردین و اینجا دنبال چی آقای دیگه. که وقتی داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه، اونم دقیقا همونی که داغونت کرد. حق دقیقا. کوتاه بگم، دلت که گرفت با دیوار اتاقت حرف بزن، اما سراغ آدم ها نه. چرا نمیمیری یه رو کینا جلوی مردم کو میشن، فرهاد دیدن داشت جای کو گور میکن، جای دیگه استفاده میکن. یک روز از همه چی در... ببین کل حرفای پوتک یه طرف، اون جمله آخرش یه طرف، بگو چی؟ اول از همه پول دار باشید بس سلامت. واقعا پول 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 حاجی،
پول که داشته باشی تمام این مشکلاتی که الان پوتک میگه همش حل شده، همش حل میشه با پول. همش داره، یعنی پوتک داره راه و نشونت میده، میگه آقا پول دار باشی تمامه. آره واقعا اصلا دیگه حرف و حدیثی باقی نمونه. بعد حالا همه اینو به کنار، تو این سن لامصب ریمیکس هایی که تنگش میزنن هم یه طرف بولن. آره عجیبه. یک روز از همه چی دست کشیدم برای تو خانه ای باشم، خودم پشت درمان. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت. خیلی سنگین بود. سلامتی اونایی که تحمل بعضی چیزها رو ندارن ولی فقط برای حفظ حرمت ها سکوت میکنن. بله، این سه قانون ساده رو هیچ وقت یادت نره. دعوت نشدی نرو، بهت نگفتن نپرس، ازت نپرسیدن نظرت نکن. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. اگه دوست داشت هیچ وقت نمیذاش فکر کنه که دوست ندارم. تنهایی تو قسمت نکن، واسه همه شد واسه تو قسمت نشد. خدا دوباره شما رو سرپا میکنه دقیقا جلوی کسایی که دل شما رو شکستن. دوباره نخوابیدم. عجب چیزی گفت. و من همیشه از خدا همینو خواستم که آقا اگر جلوی کسی یا کسی منو تحقیر کرد روزی بشه که به اون درجه برسم که بتونم همون کارو به خودش بکنم. شاید بگه این کسافتکاریه، نه باید بکنه، این کار ما. و همیشه امیدوارم که هیچ وقت دستتون جلوی کسی دراز نشه. انقدر خدا بهتون بده خب که دست جلوی کسی دراز نکنید حقیقت، چون بدترین کاره و احتمال پس زده شدن از هر کسی رو دارید شما و هیچ کس هم کمکتون نمیکنه. هیچ کس ها، هیچ کس، تو بعضی مواقع حتی پدر مادرتون. خدا دوباره شما رو سرپا میکنه دقیقا جلوی کسایی که دل شما رو شکستن. دوباره نخوابیدم، افکار پریشون. کی امروز حالت براش مهم بود؟ بشی. دقیقاً حواست به خودت پس باشه. زی میفهمی فرشته فقط مادرت نه جندهای دورو بر. بعضی از آدم ها مثل تبلیغ میمونن، فقط باید ردشون کنی. دیگه بیرم در اومدن جایی که بیرم در اومدن آدم ها مسنفرن چون هیچ کدوم پیشم نموندن. یعنی من پتانسیل اینو دارم یه ساعت بشینم همین حرفای پتکو گوش کنم هیچی نگم. آره آره اصلا حتی به قولت اون ریمیکس ها هی تغییر میکنه. آره. میاد تنگش میذاره خیلی قشنگ میشه، آدم قلبش فشرده میشه. بزرگترین پشیمانیم ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که حتی لیاقت یک کلمه هم نداشت. نرسیدن سن همه مسیر رو نبود، واسه کینه تو سینه یک کسی جا نبود، کاش نبودم تو خاک خودم غریب تر غریبا، حالا روزم حالا روز اسیر رو نبود. به هر کسی دل نبند، آدم سگش هم هر جایی نمیبنده چه برسه به دلش. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. چی گفت؟ کنار میرم مرگ دلم یعنی همین، عاشق قاشم ولی رفتن صلاح. امروز بی تکیه بی سرپناه ایستاریم تو معبر باد. آه تموم شد؟ چقدر زود. نه که کوتاه کوتاهه. آره الان همین که زودی که گفتی 17 تا ویدیو دیدیم ما. پرام دقیقش باید بگم 17 تا ویدیو دیدیم. بچه ها واسه هم بفرست. آدم یه ذره کلن حرفه کوتاهو که میشنوه یه ذره دلش میگیره، یه ذره درس عبرت میشه، تفکر کنه در موردش، فکر کنه، تفکر میکنه. ولی خوبه کلن، ولی واقعا پول هره. پول همه چیه بچه. پودک میگه اول پول داروشی بعد سلامش. من همیشه مثلا خب همه جا گفتم اول سالم باشید بعد پول داروشید خب. ولی واقعا پول خیلی پول همه چی براتون میاره بچه. تلاش کنید فقط پول به دست بیارید. دل آدم ها رو ولش کن، فقط پول. این خیلی این حرفی که زدم خیلی کثیفه ولی خب پول بچه. واقعا همینه، آدم
به مرور میفهم پول که داشته باشی همه چی دلار رو پس بزنید، دلار رو پس بزنید پول به دست بیارید، اون دلار خودشون میان. آره میدونم میان سمت. آره متاسفانه. نظرتون بنویسید. این ویدیو پوتک و جدیداشو دیگه، این قدیمی اینایی که رفتیم و که هیچی، اونایی که نرفتیم و سمون تو اینستاگرام بفرستید داشته باشیم که قسمت بعدم بسازیم. دوستتون داریم. کلی زیاد تا ویدیو بعد. مخلص.